خب بالاخره ادیوس 8 کرک شد و ما دزدها به سرکردگی این جانب دزد اعظم میتونیم ادیوس رو تمام مدت استفاده کنیم و دیگه از اون حالت 30 روزه خارج شده. ادیوس 8 به شرطی کار میکنه که به اینترنت وصل باشی و برای این کار میره اکانت در واقع شما رو در اینترنت چک میکنه و بعد وارد سافتویر میشه. منتها کرکش سخته و شما لازم اینه که در واقع بعد از اینکه کرکش کردید ثبت کنید تا 30 روزتون تموم شه، دوباره یه فایلی هست اجرا میکنید و کرک میشه. کرکش رو در کانالم خواهم گذاشت، روشش رو به زبان فارسی و به صورت مرحله مرحله. چیز پیچیده ای نیست، این رو 30 روزه نصب میکنید، باید یوزن پسورد رو سایت بسازید رو سایت ادیوس و وقتی که ساختید و اینم ساخته شد روی دسکتاپتون، وقت میرید با فولدرهایی که در اون فایل مشخص میکنن یه بازی رو میکنید. اما در ادامه مولتیکم و کلن در نرم افزار ادیوس دکمه ای هست به نام پروکسی مود. پروکسی مود برای وقتی هست که به کامپیوتر شما فشار میاد و ادیوس باز انتخاب پروکسی مود در واقع دیگه فایل های شما رو به نوعی با کیفیت کمتری در این فضا نشون میده، اما در خروجی اثری نداره. پس پروکسی مود وقتی استفاده میکنید توان سیستم رو بالا میبرید. یادتون باشه که در مولتیکم که در ویدیو قبلی تدریس کردم ویدیوهای زیادی استفاده کردیم و به شدت به کامپیوتر فشار میاد که بخواد بین اینا سویچ کنه. اینجور موقع برید سویچ کنید توی پروکسی مود تا به راحتی بتونید این کار رو بکنید. نکته دیگه در مورد پروکسی مود این هستش که گاهی اینو پروکسی مود میکنید، یه سری امکانات مثل اینکه مثلا یه بخشش رو ببرید یه چیز دیگه بذارید یا رنگش رو اصلاح کنید پیش میاد که میتونید بیت خاموشش کنید، کارتون رو تموم کنید، دوباره بیاید چیکار کنید اون رو روشن کنید. معمولا پروکسی مود وقتی استفاده میشه یه هاشور ضعیفی هم فیلم خورده میشه، مخصوصا در مولتیکم را. بعضی ها میان از این استفاده میکنن که اسکیپ فریم هست که ویدیو قبلا گفتم، مثلا میگه هر 15 فریم رو به من نشون بده. اون وقتی شما پلی میکنین یه خورده، من صدای اینو قطع کنم، یه خورده از حالت حرکت نرم خارج میشه. میبینی ذره دیگه نرم نیست، به خاطر اینکه من اومدم اینجا و بهش گفتم 15 فریم. اینجا هم که مثلا هر 30 فریم میپره. اینا فقط برای تنظیم هست و در خروجی تأثیری نداره. هر وقت که خواستید نرمتر ببینید دوباره میرید اینجا چیکار میکنید، میرید و اسکیپ فریم رو میذارید رو حالت غیر فعال، پروکسی مود هم خاموش، دوباره فیلمتون چیزی دیدیم چه خیلی نرم که طبیعتا به کامپیوترتون فشار زیادی میاد. پس پروکسی مود و اسکیپ فریم رو هم در این ویدیو خدمتتون تدریس کردم. من کرک کردن ادیوس 8 رو در کانالم میگذارم. فعلا تا ویدیوی بعد. ماچ ماچ.